خدا ناباور یعنی چی؟ میگه من به خدا باور ندارم. این اصلا نباید بگه من به خدا باور ندارم، باید بگه خدا چیه. شما خدا دیگر پرورین، نه خدا ناباور. نگاه اهل تصوف و عرفان به خدا ناباورها و هافکینز ها چه بوده است؟ میگن حق با ایناست. چرا میگی که حق با ایناست؟ اینکه 50% اینا رفتن لا اله یعنی هیچ خدایی نیست، اینا رفتن الا الله رو نفهمیدن. خدا ناباور یعنی چی؟ یعنی خدای دیندارا رو قبول نداره. پس هیچ دعوایی با تصوف نداره، چون خدای تصوف دیدنیه. پس ناباورها اگر امشب هافکینز رو صداش کنید بگید برنامه یه سات شروع شده بیاد دم در اینجا، یواشکی حرف بفهمه، موضوع رو بفهمه، میری یه جایی که قشنگ میبینه دیگه دعوا نداره. دعوای شما بی خدایان با خدایان دقیقاً درسته. میدونی چرا؟ چون خدای و دینداران یه خدای مسخره دادن بیرون که تو داری با اون بحث میکنی. تورات که خدا رو شکر دیگه تکلیف و مشاهده، باز قرآن یه ذره تناقض و مناقض داره 20%. تورات که اصلا هیچی، پیغمبر زن اینی میبره، اون زن اونی میبره، بعد پیغمبر شب نمیچه یا کنه دخترشو بلند میکنه میبره. اصلا خود تورات که از اینجوریه. حالا من هافکینز، خدایی فکر من هافکینزم، الان نشستم میخوام ایمان بیارم، خب میرم تورات میخونم، میرم این که زن اونو برده، اون که زن اونو برده، بعد میرم انجیل میخونم که کل اصلا یه چیز دیگه رو حواست، بعد میام قرآن میخونم میبینم تناقض توشه، نمیتونه هیچ کی هم نمیتونه پاسخ این تناقض رو بگه. خب چی فکر میکنه؟ میاد آخرش میگه من کار خوب کنم چی میشن؟ میگن میری تو بهشت، به مردها حوری میدن، به زنها غلمان میدن، زنها مردای خوشهیکل خوشتیپ آرنولد میدن. خب هافکینز میگه ای بابا من این هم کار خوب کنم، بعد برم تو بهشت نشستم رو مب ببینم ننم یکی داره میبره. یعنی کلن کار خوب کنه که ننش امشب این غلمان ببره، فردا ننش یکی دیگه ببره. خب یارو ایمان نمیاره بابا، تو جای دفاع بذار. یعنی هافکینز این همه تلاش کنه که ننش بردارن ببرن شبا، خیلی بده واقعا. مادرت بگو 50 سال مثلا هافکینز مثلا با زنش خوشبخت زندگی کرده، حالا برم اسلام میاریم، آفرین، میره تو به چی میشه زنش غلمان برده، عزیزم کجا میری مثلا؟ یاره خره، اگه هافکینز ایمان بیاره خره. به قرآن اصلا شوخی میکنی تو.